6 تا دلیل که چرا تو سال 2022 باید سایت داشته باشیم و کسب و کارمون رو اینترنتی بکنیم. اسنپ 21000 میلیارد تومان ارزش داره و سایپا 30000 میلیارد تومان. تازه از اون بدتر دیجی کالا و زوباهن اصفهان هر دوتاشون 22000 میلیارد تومان ارزش دارن. شرکتی که بیشتر از 50 سال داره فعالیت میکنه و شرکتی که حتی 15 سال هم نیست داره فعالیت میکنه. چقدر تفاوت بین رشد تو کسب و کار سنتی و کسب و کار اینترنتی. دقیقا امروز 15 ماهه نسخه انگلیسی سایت میهم وردپرس رو راه اندازی کردیم. تو این 15 ماه تونستیم 23800 نفر رو از طریق گوگل جذب نسخه انگلیسی سایتمون بکنیم، تقریبا از همه جای دنیا غیر از فکر کنم کره شمالی و مغولستان و کشورهای آفریقای مرکزی که به اینترنت دسترسی ندارن، تونستیم از سراسر دنیا بازدید کننده جذب کنیم برای نسخه انگلیسی سایتمون. فکر نمیکنم تو هیچ کسب و کار سنتی بتونیم تو این مدت زمان کم این حجم از مخاطب رو خارج از کشورمون با کسب و کارمون آشنا بکنیم، ولی با کسب و کار اینترنتی خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. شاید زیاد شنیدین که با کسب و کار اینترنتی تو خوابم میتونی درآمد داشته باشی. شاید اوایل که اینو میشنوی یکم کلیشه‌ایه برات، ولی کاملا قضیه جالبه وقتی بهش فکر میکنی. مثلا فرض کن 2:30 شب شما خوابی، یه نفر میاد تو سایتت، محصولات تو میخره، سفارش میده، پرداخت میکنه، یا حداقلش اینه که کاتالوگ محصولاتت رو میبینه و فردا باها تماس میگیره، از محصولات و خدماتت استفاده میکنه. پس واقعا با کسب و کار اینترنتی میتونی تو خوابم درآمد داشته باشی. مورد بعدی اینه که اینترنت واقعا فراگیر شده. یعنی الان شما قیمت یه محصولی رو بخوای، موبایلت رو برمی‌داری میری تو گوگل سرچ میکنی. پس چون اینترنت فراگیر شده و همه از اینترنت استفاده میکنن، بهتره شما هم کسب و کارتون رو اینترنتی بکنید. فرض کن تو میرداماد تهران یه مغازه اجاره میکنی، تو حالت عادی چند صد نفر رو، تو بهترین حالت هزاران نفر وارد این مغازه میشن، شاید چند هزار نفر. حالا چقدر باید هزینه کنی برای اجاره این مغازه؟ خیلی. چقدر باید هزینه کنی برای نگهداری این مغازه و حقوق کارمندات؟ طبیعتاً خیلی. ولی تو وبسایت تفاوتی نمی‌کنه که شما چقدر هزینه بکنی، بسته به کاری که انجام میدی، تولید محتوایی که انجام میدی، ورودی میگیری. میتونی روزانه چند ده هزار نفر بازدید کننده جذب کنی برای وبسایتت و خیلی خوب با هزینه بسیار کم بفروشی. پس برای کسب و کار اینترنتی نیاز به پرداخت هزینه زیاد نداری. کسب و کار اینترنتی مقیاس پذیری زیادی داره. یعنی چی؟ یعنی اگه بخواید تعداد مشتریاتون رو بیشتر کنین، مقیاس کسب و کارتون رو بزرگتر بکنین، خیلی راحت بدون اینکه هزینه زیادی پرداخت بکنین یا افراد خیلی زیادی رو استخدام کنین تو تیمتون، میتونین این کار رو انجام بدین. پس با کسب و کار اینترنتی میتونید خیلی راحت‌تر کسب و کارتون رو بزرگ بکنید. شنیدی میگن با کسب و کار اینترنتی حتی تو خوابم میتونیم درآمد داشته باشیم، ولی خیلی از موارد تو وبسایت تو حالت عادی این تعداد 10000 نفره. یعنی تو حالت